نمیدونم بهار برای شما چه مفهومی داره. هر کسی بهار رو یه جور میشناسه و براش یادآور یه چیزیه. بهار برای بچه‌ها یادآور عیدیه و برای بزرگترها پاک کردن سینه از کدورت و نو کردن نگاه به اطرافیانه. نو شدن طبیعت، شکوفه زدن درختای سیب و سنجد شاید شما رو یاد یه منظره یا یه عکس زیبا بندازه، اما برای یه کشاورز، یعنی کسی که روزیشو از زمین میگیره، بهار معنای دیگه ای داره. بهار یعنی پایان زمستون و زمستون یعنی جنگ با طبیعت، یعنی پیاده روی طولانی تو سرما، یعنی کلنجار رفتن با زمینای پر از گل و شل، یعنی تحمل سرما دست و پای یخ زده. همین هست که بهار رو عزیز میکنه. بهار یعنی زیبایی، یعنی درختای پر از شکوفه که فردای پر از میوه رو نوید میده، یعنی نهالای تازه پا گرفته، یعنی توسعه. بهار یعنی شروع فصل کار و گرما. بهار یعنی ثروت. پسر خوشگلم همیشه خوشگل و مرتب. مهر خانم مواظبشون باشه. چشم خانم. علی. علی. ها. خیلی وقت اونجا وایسادی. به چی فکر میکنی؟ من هیچی. خیلی خوب، اگه نمیخوای بگی منم حرفی ندارم. اصلا مهم نیست. ولی علی آقا یادتون باشه قدیما همه حرفا رو به هم میگفتیم. ولی حالا دیگه آخ چقدر دیرم شد. وای چند تا جلسه مهم دارم. خیلی خوب. منم کلی کار دارم که باید انجام بدم. ولی یه وقتی بذار که یکم با هم صحبت کنی. باشه. چشم خیلی خوب. مهندس خواهش بکنم بفرم من چرا؟ شما بفرم 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 Thank you.
همونطور که گفته شد، در صورت خرید این کارخونه سالیانه ما میتونیم از راه ارزش افزوده فروش محصولات کشاورزیمون تا 3 برابر سود کنیم. ولی جناب مقدم، صاحب کارخونه راضی به فروشش نیست. بله، ما اگه همگی دست به دست هم بدیم و توی موعد مقرر مواد اولیه رو به کارخونه نرسونیم، کارخونه بدون مواد اولیه ورشکست میشه و میخوابه. اون موقع است که ما میتونیم کارخونه رو بخریم و 10 کارخونه رو به مجموعمون اضافه کنیم. ولی آقای مقدم، این کار صحیح نیست. جناب آقای عزیزی، من فقط به موفقیت این مجموعه فکر میکنم. متوجهید آقا؟ درود بر آقای مقدم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام مهندس. سلام از بنده است. ببخشید زیاد وقتتون نمیگیرم. فقط اومدم با عزت میگم چند تا مطلب خدمتتون عرض کنم و برم. خیر ان شاء الله. خب میدونید که این روزا انتخابات نماینده مجلسه. خب اینجا هم که شهر شده برای خودشو و مردم احتیاج به نماینده دلسوز دارن. صد البته. ای بابا، خب مردمم، خب به حال آقای مهندس شما در نظر گرفتن، مخصوصا این تعاونی کشاورزیشون، از ما خواهش کردم بیام خدمت شما. خب شما هم قبول مسئولیت کنید. کی؟ من؟ آقا شما کجا تشریف میبرید؟ بله، من با مدیر اینجا کار دارم. وقت قبلی داریم؟ شما متوجه نیستی، من امروز هر طور شده باید ایشون رو ملاقات کنم. این کار برای من حیاتیه. آقای محترم، شما متوجه نیستین. اینجا باید حتما وقت قبلی داشته باشید، وگرنه امکان نداره. ایشون جلسه دارن. بفرمایید. خیلی خوب، پس من اینجا میمونم تا تکلیفم معلوم نشه. از اینجام تکون نمیخورم. بشینید، من دارم به شما میگم ایشون جلسه دارن. امروزم به هیچ عنوان امکان نداره که شما ایشونو ببینید. چرا متوجه نمیشید؟ خانم معلومه اینجا چه خبره؟ ناسلامتی جلسه داریم. من به ایشون میگم امروز جلسه است، نمیتونن شما رو ببینن. ایشون اصرار میکنن، متوجه نیستن هرچی براشون توضیح میدم. بفرمایین جناب، فرمایشتون چیه؟ ای بابا، من گفتم که فقط برای مدیر عامل اینجا توضیح میدم. بفرمایین. گفتم که فقط برای مدیر عامل اینجا توضیح میدم. خیلی خوب، بعد از جلسه در خدمتتونم. ضمناً مدیر عامل مجموعه بنده هستم. شما؟ چی بگم؟ نمیدونم چطوری توضیح بدم. فقط میتونم بگم شرمنده. خیلی جالبه. خانم آدم چه میدونم؟ به من گفتن خانمت تو این شرکت رفت آمد میکنه. من از نگهبانی پرسیدم، گفتن همش میره دفتر مدیر عامل. ولی شما نباید زود قضاوت میکردی. میشه حالا بپرسم چی کار داره؟ شما که بهتر از من در جریان مشکلات زندگیتون هستین. اون آمده بود تا راه حلی پیدا کنه، از من کمک خواست، منم کمکش کردم. بد کردم؟ نه، خدا عمرتون بده. من از خجالت دارم آب میشم. حالا لطفاً برید و قدر همسرتون رو بدونین. منم کلی کار دارم. خدا عمرتون بده. با اجازه. خدا عمرتون بده. خسته نباشین. مهری جان برو بخواب، شام خودم میبرم. خانم سالاد توی یخچاله. باش، یکم به فکر علی آقا باشین. خیلی کم غذا شدن، همش هم تو خودشه. باش، تو برو استراحت کن. چشم. ممنون. شب جون. شب بخیر. مگه این مهری خانم نیست؟ خواستم خودم بیارم. پروش میکنی فرشا؟ ای بابا، یه شب خواستم با دستای خودم برای برادر گلم شام بیارم. مشکلی هست؟ نه، دست درد نکنه.
چرا غذا تو نمیخوری؟ مهری خانم گفت خیلی کم غذا شدی. همش هم که تو فکری. یالا یالا زود باش غذا تو بخور. یالا کوچولو. فرشته. تو دلت برای لیلا تنگ نمیشه؟ دیدی با سالاد یادم رفت. این همه مهری خانم گفت سالاد توی یخچال. اینم سالاد. خب بردار. جواب سوال منو ندادی. تو راجب من چی فکر میکنی؟ تو فکر میکنی من دل ندارم؟ لیلا برای من فقط زن برادرم نبود، بهترین دوست من بود. علی مثل خواهرم دوست داشتم، همیشه به فکرشم. مگه میشه یادم بره؟ ما روزای خیلی خوبی با هم داشتیم. راستش فرشته، یه خیلی خسته شدم، بریدم، همه زندگیم شده کار، جلسه، دفتر. دیگه هیچی دلم خوش نمی کنه. دلم میخواد بمیرم. این حرفا رو نزنی. شما سایتون باید بالا سر ما باشه. من تو این دنیا فقط هم یه دونه داداش رو دارم. من سلامتی باید به دخترت هم برسی. تو اصلا به فکرش نیستی. همه مشکل دارن. مشکلات برای همه هست علی. من که دیگه باشون کنار اومدم. تو فکر میکنی من این چیزا رو نمیبینم؟ یکی از مشکلات من خود تویی. من؟ بله شما. از صبح تا شب مثل مردا یا تو دفتری، بعدم که هر موقع وقت میکنی با بچه‌هایی. فرشته، تو باید به فکر آیندت باشی. باید به فکر زندگی مستقل باشی. داداش داری بیرونم میکنی؟ وقتی یاد اون شوهر بی غیرتت میفتم که تا تومونش دوتا شد تو رو وسط بیابون ول کرد و رفت و این بازی‌ها رو سر ما در آورد، دوست دارم با همین دستام خفش کنم. علی، تو هنوزم دست بردار نیستی؟ بابا، هر کس همون جوری زندگی میکنه که لیاقتشو داره. اونم لیاقتش همون بود. راستی میدونی امروز کی اومد پیشم؟ سعید. پری خانوم، ماشالله نمیدونی چه خانومی شده. رفته دوره مدیریت تولید دیده، یه تنه کارخونه رو میچرخونه. بارگلو خیلی خوبه. کی فکرشو میکرد یه روزی با 4 تا ترشی یه کارخونه بزرگ درست بشه؟ دیگه چی میگفت؟ هیچی، میگفت بچه های توانی رسولو برای انتخابات مجلس کاندید کردن. چی کار کردن؟ بابا انتخابات نزدیکه، اونا هم رسول رو کاندید کردن. همین. گفتید مهندس رسول رحمانی؟ بله درسته. ولی انتخاب ایشون برای مجموعه ما اصلا خوب نیست. بله من ایشونو خیلی خوب میشناسم، چند سالی با ایشون شریک بودم. پیشنهاد میکنم ما هم آقای علی مقدم رو انتخاب کنیم. من
هرچی باشه شما از بنیانگذاران این شهر بودید و دارای سوابق یکسانی هستید، اینطور نیست؟ ولی جناب آقای مهندس رحمانی از طرف تعاونی کشاورزان حمایت میشه. خب شما از طرف اقتصاددانان، صاحبان صنایع و سرمایه حمایت میشید. بله، ما هم به شما رأی میدیم، اصلا همینجا صداد انتخابی تشکیل میدیم. ولی آخه افتخار ایشون. تو میخوای نماینده بشی؟ آره، مگه من چمه؟ ولی آخه تازه دیشب بود که این همه راجبش صحبت کردی. قرار شد که کاراتو کمتر کنی. علی، میدونی نمایندگی یعنی چی؟ یعنی 4 سال بری تهران و از همه کارات عقب میافتی. اون وقت تکلیف من و بچه ها چی میشه؟ شلوغش نکن بابا، از اینجا تا تهران مگه 1 ساعت بیشتر راهه. آه منو بگو گفتم بهت بگم خوشحال میشی. خداحافظ. خوشبختانه غیر از تعاون خودمون 2 تا تعاون کشاورزی هم از شما حمایت کردن. انجمنهای اسلامی هم همینطور. برادرو بالاخره کار خودتونو کردین. آقای مهندس میدونستی که آقای مقدم هم میخواد واسه نمایندگی شرکت کنه و نماینده مجلس بشه؟ علی؟ این روزاش خیلی عوض کرده. خیلی خوب برادرم، تا ببینیم خواست خدا چی. حالا که اونا کاندید شدن منم کاندید میشم. هرچی باشه من سابقم توی این منطقه خیلی بیشتره. علی آقا با این شیطنت هایی که این روزا میکنه دیگه کم کم داره از خودمون میشه. بچه شدی؟ تو چرا این حرفا میزنی؟ اون الان یه تیم هم. اما اون مهندسه رسول رحمانی از همه خطرناک‌تره. وای خانم، روزنامه یه امروز دیدین؟ ببینین علی آقا چقدر خوب افتادن. خیلی خوب شده. جناب مقدم، خوشبختانه ما حرکت رو به جلو و غیر مستقیم شروع کردیم. ماشاءالله تصویرتون هم خوب هم برازنده است. بله ممنون. خانم من میرم بیرون، قراره بعد از ظهر رو 1 ساعت تأخیر بندازم. هم واقعا عجب پوستر شد. سلام عرمز. سلام زنده. این نمونه پوستری این چقدر عالی شده؟ دیگه حسابی جدی شده. آره حالا اگر شما اجازه بدید ما چاپش کنیم. نمیدونم، هر جور صلاح هم کارو بکنیم. به نظر من که خیلی عالی شده. خیر انشالله. یا علی والا. علی یار. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم و افتخار اینو دارم که همراه با شما پشت به پشت هم دیگه میتونیم در راه این هدف مقدس گام برداریم. ممنونم. یه همونجور که شما همتون در جریانی، بعد از به سرسامون رسیدن این منطقه
واقعا نیاز این حس میشه که یک نفر به عنوان نماینده شما بتونه خواستاتون رو به گوش نماینده های مردم هم برسونه. منم دیگه همتون میدونین دیگه، پا به پاتون کار کردم و واقعا از مشکلاتتون، از نارسایی ها، از همه اینا خبر دارم. همونجوری هم که خودتون میدونین با درخواست خودتون قبول کردم که کاندید بشم برای نمایندگی و نهایتا اگر هم که خدا بخواد انتخاب بشم، باز هم سعی میکنم که فقط بازگو کننده نیازهای شما توی خونه مردم بشم. و سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرشته خانم چه خبر؟ خسته نباشین. خبر که خبر رو همه پیش توه. نه بابا، والا من که امروز خیلی خسته شدم. 7-8 جای مختلف مصاحبه و سخنرانی داشتم، کلی هم راه اومدم. به چه چاییه به موقعی. وای علی، تو همه شهر عکستو زدن، تمام شهر. چه احساسی داری؟ این که حتما من انتخاب میشم، متوجهی که؟ یعنی چی؟ علی مگه تو به قصد انجام وظیفه تو انتخابات نیومدی؟ اون که بله. من قد صلاحیت ببینین؟ آخ که اگه بفهمم کی باعث شده من رد صلاحیت بشم، دمار از روزگارش در میارم. ببینید کاری که شده، حالا باید چیکار کنیم؟ آره شده. حالا باید چیکار کنی؟ همونطور که مشاهده کردین آقایون، ما تونستیم با این روش صاحب کارخونه رو متقاعد کنیم با اون قیمتی که ما میخواییم کارخونه رو بهمون واگذار کنه. به افتخار موفقیت. ببخشید من باید جلسه رو ترک کنم، یه موضوع مهم پیش اومده. حسابشون رو میرسن. باید کار دار و دسته این رسولینا باشه. باید به فرمانداری شکایت کنیم. اون کارا که میکنیم، ولی بیکارم نمیشینیم. یعنی کار کی میتونه باشه؟ اونم شبونه. ببین آقا مهندس، من میگم کار مقدم و دار و دستشه. نه کار اونا نمیتونه باشه. اما دو نفر به چشم خودشون دیدنشون. آقا اصلا بیاییم کلافی کنیم. لطفا شما هیچ کاری نکنیم، من خودم حلش میکنم. شما اولین بازی ها رو شروع کردین. منظورت چیه؟ کدوم بازی علی آقا؟ همین پاره کردن پوستر عکسای مسخره بازیاتون دیگه. علی تو داری اشتباه میکنی. نخه آقا جون من، شما همیشه فکر میکنی حق به جانبی، عقل کلی، همیشه بقیه اشتباه میکنه، این بار شما اشتباه میکنی. منم الان دارم باهات صحبت میکنم، دلیلش فقط اینه که میخوام بهت بگم این بچه بازی ها کار من نیست و من هیچ چیزی رو تلافی هم نخواهم کرد. تو هم هر کاری دوست داری بکنی بکن. در ضمن علی آقا، فکر میکردم منو بیشتر از این حرفا بشناسی. خداحافظ. خداحافظ. گوشی رو من قطع میکنه. بله. سلام مهری خانم. آره عزیزم، همه رو میگیرم. باشه باشه باشه، به زنگ میزنم. خداحافظ. Thank you.
اینا کی هن؟ باشون خیلی آشنا. باید بفهمم اینا کیه. دو ساعت اومد اینجا همینه. علی تو به من اطمینان نداری؟ فرشته این چه حرفیه تو داری میزنی؟ خب پس گوش کن، من خودم با چشمای خودم دیدم دو نفر آدم داشتن پوسترهای شما رو پاره میکردن. خب هیچی، منم تعقیبشون کردم، اون هم سر از دفتر قیصری در آوردن. فرشته تو داری اینا رو میگی منو رسول دعوامون نشه؟ آره منو بگو که وقتمو دارم با کی تلف میکنم. تو من اعتماد نداری علی آقا. وایسا فرشته بفرمایید. اگه این چیزایی که میگی واقعیت داشته باشه که خیلی بد میشه. من نمیدونم علی، فقط اینو یادت باشه که رسول تا روز آخری که با هم بودیم پای تو وایساد. اون هیچ وقت بهت خیانت نکرد. اون مثل سعید نبود. علی گذشته ها رو از یاد نبر. حالا من باید برم. خودتون میتونی. چیکار کنیم؟ آدم کیف میکنه آقا رسول. میبینم که هنوز تو کار گل و گیاه و دارویی. آره علی آقا دیگه هرکی ما رو نشناسه شما که خوب میشناسین. منم عاشق گل و گیاه و این حرف هم دیگه. نه اون که شوخی کردم، ولی خوب شده، خسته نباشی. خوب شده؟ نه آره دست در نکنه. یعنی چیه؟ من خودم فکر نمیکردم همچین پروژه هایی اینجا اینطوری جواب بده. یعنی اصلا باورم نمیشد همچین گیاهایی اینجا به عمل بیاد. ای بابا علی، کار نشدنی که نداریم. نه راستشو بخوای آقا رسول، من برای یه چیز دیگه اومدم اینجا. نمیدونم چجوری بگم. خلاصش این که این قضیه خرابکاری توی انتخابات و پاره کردن پوستر و حق با تو بود. کار دار و دسته قیصری بود. قیصری؟ آره قیصری. من اشتباه میکردم. بنده یه معذرت خواهی به شما بده کارم. نه علی آبا، ما هرکی شده باشیم اونجا هر اتفاقی افتاده باشه یادمون نمیره که با همت شما بود که اینجا شکل گرفت. شما بودین که تو روزهای اول تک و تنها وایسادی بابت کردن اینجا. بعدشم یه افتخاری نصیب ما شد که وایسیم بغلتون و حقمون از زندگی بگیریم. علی آقا
به اون یا علی که روز اول گفتیم هنوزم پای بند. آقا یا علی بزن قدش تموم شه بره دیگه، چرا قد لفتش میدین یا علی؟ من که خدامه یا علی بزن قدش. منم نوکرت یا علی بزن دیگه آقا تموم یا علی. رسول بابا انگار سالها از این موضوع گذشته نه؟ نه اینجا با همت مردم و باورهای زیباشون خیلی زود ساخته شد، درست اینه همون چیزی که میخواستیم یادته؟ آره یه جای امن برای زندگی، یه جایی که همه بتونن روپای خودشون وایسن و با اتکاب کار و تلاششون آسایش و رفاه برای خودشون برمقام بیارن. هدفهای بزرگی که یه روزی خیلی دست نیافتنی به نظر می اومدن، اما کم کم دارن شکل می گیرن. علی من می دونم از دست دادن همسرت لیلا خانم که خیلی هم دوستش داشتی برات لطمه سختی بود، اونم توی تصادف. بابا من به یه هزارم اینم راضی بودم، یه چادر، یه کلبه که با صدای چیک چیک بارون صبح از خواب پاشید. علی اگه بزرگترین کاخ دنیا رو هم به هم بدن وقتی که تو نباشی از هر دخمه این دخمه تر، ولی اینجا وقتی تو هستی همون بهشیه که وحبه شده. قول بده تنها نظر تو چی؟ من اینجا جلوی نوری میگن که هیچ شرایطی تنها نمیدارم. بیا این دوربینو بگیر. بیا بگیر تو چیکار داری؟ بگیر. خب بیا دوباره بیا چی چیکار کنی؟ بیا داغ کردم بابا داغ. خیلی خوب شد. تو اصلا لازم نیست انقدر خودت تو کار غرق میکنی، لازم نیست وارد هر کاری بشی. رسول تو یه چیزی میخوای بگی؟ هیچی فوزولی من میشناسی که، اما یه چیز باید بگم. علی یه خورده مردم دار باش، دلشونو شاد کن، دلشونو به دست بیار. موفقیت به هر قیمتی نمیارزه. ای بابا تو هم که حرفه فرشته رو میزنی.
خسته شدم بس دیگه بچه چه هست سواری بدم من آن میکنی ها دیگه آخرشه اینجا دیگه من پیادشی نوبته بپر پایین ببینم بپر پایین زود باش بارو جونه بار پایین بیا بالا بیا بالا فایده نداره تو رو باید این خواهی علی خول شدی؟ نه بابا خول شدی یعنی چی؟ داریم با بچه ها بازی میکنیم این بازی نمیکنیم خوشحالم که انقدر شادی خب بچه ها من رو گوش کن میخوام ببینم کی زودتر از همه میتونه بره مسواکشو بزنه هر کی زودتر بره بهش جایزه میدم خب یک دو سه بودو ببینم فرشته بگو امروز چی شد چی شد؟ رفتم امروز پیش مهندس رسول رحمانی رسول؟ واقعا؟ آره رفتم اونجا و با هم کلی یاد روزای گذشته افتادیم هرچی فکر کردم دیدم رسول بیشتر به درد نمایندگی مردم میخوره و من باید اول خودم رو بازسازی کنم هیچی رفتم انصراف دادم تو خیلی تغییر کردی بابا دیگه باید یکم به خودمون برسیم دیگه مگه نه؟ فرشته خانم دوباره داری آبگوره میگیری یا ببین من یه شب حالم خوبه ها میتونی اشک ما رو هم در بیاری؟ بخند باشه میخندم بخند دیگه علی خیلی جالبه توی شهر همه در راجع به شما دو نفر حرف میزنن کدوم دو نفر؟ تو رسول دیگه اه؟ مگه ما چیکار کردیم؟ ای کلک یعنی میخوای بگی نمیدونستی که رسولم انصراف داده؟ چی؟ رسول چیکار کرده؟ رسولم مثل تو انصراف داده الان من یک عالمه کار دارم کاری نداری؟ خدافظ خدافظ آقای مقدم همونطور که فرموده بودین موضوع آقای قیصری و دار دستش رو پیگیری کردیم مدارک لازم هم جمع‌آوری شد ارائه کردیم به زودی نتیجه‌اش رو خواهد دید ممنون فقط مونده قضیه کارخونه اونم معاملش رو فسخ کنیم چشم ضمناً بگید آقای رسول رحمانی هم برام بگید اونم ببینید چشم سلام رسول تویی؟ بس می‌خواستی کی باشه؟ کجا رو گرفتی؟ خب معلومه منم دیگه. نه بابا با خودت کار داشتم. مردمم این کارا چی می‌کنی؟ ای راست میگی خودت چی کار می‌کنی؟ علی آقا بحثش مفصله. باید بشینیم حضوری گپشو بزنیم. خب خیلی خوشحال میشم ببینمت. بیا. به به. خب پاشیم بیایم پیش من به یاد اون روزای غذای محلی بخوریم. ها؟ اذیت نکن. جاش که مهم نیست، اصل دیدنه. بله علی آقا. اصل با هم بودنه. آره اصل با هم بودنه رسول جان شما هم دل خجسته ای داری بابت چی؟ من رفتم انصراف دادم چون فکر کردم شما به درد نمایندگی خیلی بیشتر میخورید بیشتر به فکر مردمی چه میدونم برای توسعه این منطقه میتونی نقش موثرتری داشته باشی اینجوری هم که فکر میکنی نیست امروز بعد از رفتن تو من کلی فکر کردم بعدش دیدم یه جورای خودم خیلی غرق گرفتاریام شدم بعدش هم فکر کردم اگه تو نماینده بشی شاید یه جورایی بهتر باشه اقلا از این حال و اوضاع درمیای من همون روز که شما رو دیدم از این حال و اوضاع در اومدم آقا رسول نمیدونین چقدر خوشحالم وقتی علی رو انقدر سرحال میبینم میدونید این خیلی خودخواهیه که بخوام فکر کنم من تنهایی میتونستم اینجا کاری انجام بدم هر کدوم از شما قدمای بزرگی رو برداشتید حالا دیگه مهم نیست که کی نماینده بشه
مهم اینه که اینجا ساخته شده و آدمای زیادی توش زندگی میکنن و هر کسی که نماینده بشه باید این راه رو ادامه بده. راهی که با توکل به خدا سعادت و آرامش رو برای همه برمقام میاره. راهی که حالا دیگه اینا دنیای ماست، اینا رویای ما نیست. از خدا میخوام که هممونو به راه راست هدایت کنه. آمین.